میکند ما کاره‌ای هستیم، دختر کوچکش را نشان میدهد و میگوید 40 روز است که حمام نرفته است. تیش بکن همش نگاهش بکن صورتش، این طرزی بچه است. الان بنده خدا 40 روز این بچه کپک زده دیگه. آوار که همیشه سقف نیست، گاهی ریزش دیوارهای کودکی است. اینجا بچه ها از هر چیز غریبه ای هراس دارند، فکر می کنند ما زلزله ایم. اما زلزله اصلی اینجاست که خانه بهداشت حالا درش 4 قفله شده است. به سراغ کسی می رویم که بیشتر از خبرنگار به روانشناس نیاز دارد. کجال و هیرو، دو خواهر کوچک که حالا پدر هم بالای سرشان نیست، از روز زلزله تا حالا زیر هیچ سقفی نرفتن، حتی کانکس. زلزله اومد، فرار کردیم بیرون، خونه ها همه خراب شدن. بعدش رفتیم اون طرف، همه دوستان مرده بودن. همین آهوی زیبای تو بیشه، زمستونم اگه برگشت میره. خواستیم از حمام و دستشویشان بپرسیم، گفتیم شاید خجالت بکشند، اما خجالت که سهم اینها نیست. اینجا حمام میکنن؟ بله. آنهایی که دلشان به حال روستا میسوخت خبر آوردند که حال قباد خراب است. خیال کردیم قباد کودکی باشد که حالا زنده مانده، اما دیدیم قباد پدری است که حالا پرکشیدن 3 فرزند و همسرش او را از خود بیخود کرده است. نرگس نگار ایو خود شدم. آره فوت شدم. اهالی میگویند قباد روزی دوبار تنها لباس‌های باقی مانده بچه‌هایش را میشورد و پهن می‌کند و میشورد و پهن می‌کند. هر روز روانشناس. داشتیم با خود میگفتیم اگر روانشناس یا روانپزشک‌ها فقط یک واحد درسی را اینجا می‌گذراندند، شاید ناله‌های مادر بزرگ در فراق نوه حالا کمتر حال بچه‌ها را خراب می‌کرد. اینجا گاهی کودکان بازی می‌کنند.